سلام عرض بکنم خدمت شما دوستان عزیز و همراه رسول بزرگواری هستم استاد دانشگاه محقق و مدرس مهارت های زندگی از طریق NLP تو این کلیپ قصد دارم به یکی از سوالاتی که عزیزان پرسیده بودن اشاره داشته باشم که پرسیده بودن کاربرد اصلی این تکنیک های NLP چیه هست کجاها میتونیم ازش استفاده کنیم بخوام خیلی مختصر و مفید خدمت شما عرض کنم یکیش جایی هستش که زمانی هستش که فرد به جای زندگی تو لحظه حال دائما توی گذشته زندگی میکنه زمانی که فرد دائما در انجام کارها و تکمیل پروژه های خودش اونها رو به تاخیر میندازه زمانی که اون فرد دائما دچار اضطراب و افسردگی بیدلیل هست زمانی که فرد در واقع عمل کرده موفقی توی محیط کار خودش نداره میتونه از پی کمک بگیره زمانی که فردی دائما رژیم غذایی میگیره اما بعد از یه مدت کوتاهی اونا رو کنار میذاره با شکست مواجه میشه و اصلا عمدتا, عمدتا بعد از یک هفته یا یک ماه اون رژیم رو اصلا کلا کنار میذاره و یک احساس ناامیدی یک احساس کرختی به اون دست میده میتونه از NLP استفاده کنه زمانی که فردی درگیر شرایط طاقت فرسایی شده یا دچار مشکلاتی میشه که تو روابط خودش با دیگران به اختلاف میخوره و نمیتونه و واقعا هم نمیتونه و نمیدونه چطوری میتونه اونا رو حل کنه و از اون شرایط و مشکلات رهایی پیدا کنه زمانی که اون فرد دوچار کمبود اعتماد به نفس هست و این مسئله مانع میشه از این که بتونه تو جهت بهبود شرایط خودش حرفی رو بزنه یا اقدامی رو بکنه در واقع به ان میتونه رو بیاره اون زمان مثلا شما فرض کنید یک فروشنده تو کسب و کار خودش دچار بیرونقی میشه میتونه بیاد از انلپی استفاده کنه همه میتونن استفاده کنن زمانی که مثلا فردی که عمل کرده حتی ذهنی و فیزیکی مطلوبی نداره یا اون ف... زمانی که فردی میخواد موانعی که اون رو توی یه وضعیت خاص محصور و محدود کردن رو از بین ببره میخواد رها بشه به دنبال کسب استقلال و آزادی فردی بیشتر هست میتونه بیاد به NLP رو بیاره اگر مثلا حتی خود شما در خوردن مواد غذایی ناسالم از خودتون ناراضی هستید اگر مثلا برای سخنرانی توی جمعی استرس دارید اگر زمانهای بیهوده زیادی رو تو فضاهای مجازی تلف میکنید اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی دارید اگر از ارتفاع می ترسید اگر عادت های ناپسند و مطلوب نامطلوب دارید و اگر حالا چطور بگم خدمت شما مثلا ببینید تو روابطتون با دیگران توی ارتباط برقرار کردن مشکل دارید ام، یا نمیدونم و خیلی چیزایی دیگه میتونید به NLP Neurolinguistic Programming برنامه ریزی عصبی کلامی که یک علم هست روی بیارید که توضیحش رو تو این کلیپ هایی که در خدمت شما هستم ارائه دادم امیدوارم این کلیبی این مطالبی که عرض کردم خدمت شما مفید فایده بوده باشه شما میتونید برای دیدن مطالب بیشتر ما رو سابسکرایب کنید یا اپلیکیشن رادیو NLP رو دانلود و نصب بفرمایید در خدمت شما هستم